به نام خدا عباسی از پناه هستم و با ارائه مقدمه دوره آموزشی گیت در خدمت شما هستم فهرست مطالبی که خدمت شما ارائه میکنیم از این قرار اول میبینیم که سیستم کنترل نسخه چیه بعدا تاریخچه سیستم‌های سیستم های کنترل نسخه رو میبینیم و در انتها انواع و نسل های مختلف سیستم کنترل نسخه رو با همدیگه میبینیم هایا برای شما هم اتفاق افتاده که چند روز قبل از اینکه پروژه رو تحویل بدید یه سری تغییرات میدید که کل پروژه از کار میافته و عملا نمیدونید که کجا رو تغییر دادید دقیقا و چی شده که این اتفاق افتاده فرصت کافی هم دیگه برای ای بی آ بی و رفع ایراد و برگردوندن تغییرات وجود نداره و علاوه بر اون آخرین نسخه پروژه که کار میکردم بکاپی ازش وجود نداره و این موقع که شما میمونید و حوزتون سیستم های کنترل نسخه دقیقا برای کمک به ما برای جلوگیری از یک چنین حالت هایی به وجود اومدن نسخه های قبلی و هیستوری به اصطلاح تغییرات فایل ها رو برای ما نگه میدارن ما میتونیم به آسونی تغییرات رو توشون ببینیم حتی اگه خواستیم تغییرات رو برگردونیم همچنین میتونه به ما این اجازه رو بده که در تاریخچه نرم افزارمون به صورت خیلی خوبی حرکت کنیم ببینیم ده روز قبل چطور بوده یک ماه قبل چطور بوده و یک سال قبل چطور بوده خب بعد از اینکه دونستیم که سیستم کنترل نسخه چی کار میکنه تاریخچه رو میخوایم ببینیم تاریخچه سیستم های کنترل نسخه به زمان چاپ برمیگرده و قبل از عصر نرم افزار اون زمان که از هر فایلی یک کپی گرفته می شده و ویرایش ها روی کپی اتفاق می افتاده و دوباره تایپ می شده و یه جایی توی بایگانی چیزی ذخیره می شده توی کتاب ها که اصلا این واضح بوده همیشه یه نسخه پیشنویس داشتیم نسخه نهایی داشتیم ویرایش اول داشتیم ویرایش دوم داشتیم و به این شکل نسخه های مختلف یک نوشته نگهداری می شده. اما وقتی که اصل نرم افزار پیش میاد در ابتدا از هر فایلی کپی میگرفتیم و اون رو قبلی رو نگه میداشتیم ولی این کار مشکل فضا رو برای ما ایجاد میکرد و باعث میشد که نتونیم این کار رو برای تمام فایل ها انجام بدیم و مهمترین چیزی که اونجا براشون مهم بود این بود که بیت های تغییر یافته یا بایت های تغییر یافته رو هم نگه دارن اما الان مشکل ذخیره سازی حل شده روند تشخیص تغییرات و ذخیره سازی تغییرات بهبود پیدا کرده و الان از چیزی به اسم شاخه ها و روند تعامل برنامه نویس ها داریم رو اونا کار میکنیم یعنی داریم توی سیستم های کنترل نسخه سعی میکنیم که مدیریت شاخه ها و بهبود تعامل برنامه نویس ها رو داشته باشیم انواع سیستم های کنترل نسخه رو با این هیستوری کوچیک که داشته باشیم ایناست که به سه نسل معمولا تقسیم میشن نسل اولشون هیچ امکان تحت شبکه ای نداشتن یک فایل رو مدیریت میکردن و اون فایل رو قفل میکردن و نمیذاشتن دیگرانی ازش استفاده کنن نسل بعدی اون نسلی بودن که یه سیستم های متمرکز داشتن یعنی روی کلینت سرور عمل میکردن ولی یه سرور متمرکز حتما با وجود میداشت تا اینها کار کنن چند فایل رو مدیریت میکردن و شما میبایست قبل از اینکه یه کاری رو به به عنوان هیستوری سورس کدتون ثبت کنید بایستی اون رو با سرور چک میکردید که اگر تغییری در سمت سرور اتفاق افتاده شما اون تغییرات رو بگیرید و تغییرات رو رو آخرین نسخه اعمال کنید و حالت سوم غیر متمرکز بودن که با اینکه از کلاینت سرور پشتیبانی میکردن ولی عملا سروری نیاز نداشتن برای اینکه کار کنند و اینها فایل ها رو دیگه مدیریت نمیکردن مجموعه تغییرات رو همیشه دلتای تغییرات رو مدیریت میکردن و شما قبل از اینکه بتونید آخرین نسخه رو از سرور بگیرید بایستی تغییرات خودتون رو به هیستوری اضافه میکردید یا به اصطلاح کامیت میکردید و بعد میرفتید سراغ تغییرات گرفتن تغییرات از سرور و ادغام کردن اونها توی نسل اول ما تنها دو تا سیستم رو بررسی میکنیم البته باید ارز کنم که سیستم ها بیشتر از این هایی هستند که من اسم میبرم فقط من هایی که مهم بودن توی روند رو انتخاب کردم و اووردم که سورس کد کنترل سیستم و ریویژن کنترل سیستم بوده سورس کد کنترل سیستم توی به لبز توسعه پیدا کرده و توسط شرکت هایی مثل آی و زیراکس استفاده می شده در سال 1972 نزدیک به چهل و خورده ای سال پیش توسعه پیدا کرده و در هر تغییر کپی می کرده اون فایل ایراد این سیستم این بوده که اولا اینکه محلی که تغییر پیدا کرده تشخیص تعیینش سخت بوده شما باید چشمی دوتا فایل رو مقایسه میکردید و میفهمیدید نکته بعدی این که پیدا کردن دقیق نسخه هم سخت بوده یعنی که چون هر فایل به صورت مجزا بوده و شما پروژهتون بیشتر از یک فایل داشته معلوم نبوده که آخرین نسخه از کجا داره ایجاد میشه و وجود سیستمی که در تقریبا همون سالها در دانشگاه پردو توسعه پیدا میکنه به نام ریویژن کنترل سیستم برای یونیکس توسعه پیدا میکنه کاربریش به نسبت آسان بوده و روی تنها روی یک فایل کار میکرده و اجازه میداده تنها یک کاربر روی یک فایل تغییر ایجاد کنه و نمیذاشته دیگران تغییر ایجاد کنه و نکته اساسیش این بوده که کاربریش آسان بوده نسل دوم بر اساس تجربه‌ای که از توی نسل اول ایجاد میشه توسعه پیدا میکنن که شامل سیستم های کانکرنت ورژن سیستم، ساب ورژن، ویژوال و تیم فاندیشن هست. CVS یا کانکرنت ورژن سیستم توسعه اولیش به منظور یه UI برای RCS بوده که توی اسلاید قبل مشاهده کردید متن باز کلاینت سرور و هر کامیت یه مشخصه عددی داره که این عدد زیاد میشه یعنی اینکه اول کامیت یک دو سه و این تغییرات هی اضافه میشن قبل از کامیت چک میکنه که تداخلی بین تغییراتی که شما الان دادید و اون چیزی که تو سرور هست وجود داره یا نه و به شما هشدار میده که آقا تغ... این تغییرات تداخل داره و نمیتونی کاری بکنی همیشه سرور حاوی آخرین نسخه است و ما بدون سرور هیچ کاری نمیتونیم بکنیم از سیستم شاخه ها و ادغام هم به صورت ساده پشتیبانی میکرده ولی اونقدرها قوی نبوده و نکته بعدی اینه که نام فایل ها رو هم پیگیری نمیکرده و فولدر ها یعنی عملا شما اگه نام فایل رو عوض میکردید کل هیستوریش رو از دست میدادید سابورژن عملاً معروفه به نسخه بهبود یافته CVS کلاین سروری هست همینجور که تو این نسل اکثر راحلات کلاین سروری هستن سادگی زیادی داره و نکته مهمش اینه که بعد از ارائش توسط پروژه های متنباد زیادی استفاده شده و این باعث میشه که عملا مورد استفاده میلیون ها نفر توسعه دهنده قرار بگیره به کمک این اقبال عمومیش و سادگی استفادهش کمک میکنه تا روندهایی مثل کانتینیوس اینتیگریشن تست سریع و چیزهایی از این دست توسعه پیدا کنه و علاوه بر همه اینها پشتیبانی ضعیفی از شاخه ها و ادغام داشته توی دنیای ویندوز این بیشتر توی دنیای متنباز و لینوکس و یونیکس بود توی دنیای ویندوز هم الان یه کمی متفاوته اولین محصولی که مایکروسافت راه میکنه که البته میخرتش به نام ویژوال سورس سیفه به شدت میانه توسعه دهنده های ویندوزی مشهور و معروف میشه و کلای سروری هست همونطور که میدونیم اما الان دیگه توسعه پیدا نمیکنه در ابتدای مایکروسافت که این شرکت رو میخره این شرکت برای تمام سیستم عامل ها رو پشتیبانی میکرده اما بعد از خریده شدن توسط مایکروسافت فقط ویندوز رو پشتیبانی میکنه نسل بعدی سیستم سرور مایکروسافت تیم فاندیشن سرور هست که فقط یه سیستم کنترل نسخه نیست در حقیقت یک سیستم کامل مدیریت پروژه است و کنترل نسخه و کارهای زیادی انجام میده که یکی از اون کارها مدیریت نسخه است که اتفاقا در آخرین نسخه هاش گیت رو هم به عنوان یک سیستم کنترل نسخه پشتیبانی میکنه نسل سوم سیستم های کنترل نسخه گیت مرکوریال و بازار هستند که مورد بررسی قرار می گیرند. گیت یک سیستم کنترل توضیح یافته است یعنی نیازی به سرور نداره برای اینکه کار کنه نکته بعدی اینه که توسط لینوکس توروالز خالق لینوکس برای کنترل کد کرنل لینوکس توسعه پیدا شده و اون موقع این بند خدا میبینه که چه ایراداتی توی سیستم های فعلی هست و از چه چه هایی لازم داره و این رو توسعه میده کلاینت سرور هست و از پروتکل های زیادی هم پشتیبانی میکنه HTTP, HTTP, SSH, FTP, RSync و چیزهای مختلف تغییرات ناخواسته رو به شکل خیلی قوی با کمک شاوان تشخیص میده که این یه روش کریپتوگرافیک برای تشخیص تغییرات بر اساس گراف جهت داره بدون دور کار میکنه و به صورت کاملی از شاخه ها و ادغام پشتیبانی میکنه توسعهش هم به زبان سی بوده مرکوریال هم خیلی شبیه گیته تقریبا همزمان با گیت هم توسعه پیدا کرده یه سیستم توضیح شده است از شاوان استفاده میکنه کلاینت سروره و نکتهش اینه که از ادغام سه حالت یا تری مرج هم پشتیبانی میکنه توسعهاش هم به زبان پایتون و سی بوده سیستم بعدی که مورد بررسی قرار میگیره بازار یه سیستم کنترل توضیح شده است مثل گیت و مرکوریال توسط کنونیکال که شرکت توسعه دهنده یا توسعه پیدا کرده و تقریبا همزمان با گیت بوده پشتیبانی میکنه از کلاینت سرور و کلا با پایتون پیاده سازی شده حالا ما با توجه به این اسلاید هایی که دیدیم میدونیم که اصلا چرا باید از سیستم کنترل نسخه استفاده کنیم نسل های مختلف سیستم کنترل نسخه رو دیدیم دیدیم بعضیشون متمرکز بودن بعضیشون غیر متمرکز که اکثرا کلاینت سرور بودن و یا ساده بودن یا پیچیده و محبوبیت های واقعا متفاوتی هم داشتن امیدوارم که این بخش از این درس مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا درس بعدی خدا نگهدار